بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الصادق عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. امام صادق علیه السلام در این حدیث شریف از پدرشان امام باقر علیه السلام روایت میکنند که فرمودند ان الله رفیق يحب الرفق. خیلی عبارت زیبایی است. خدا اهل رفق و مدارا هست. رفیق یعنی کسی که اهل مدارا و رفق و همراهی و همیاری است. خاطر همین به دوستم میگن رفیق. ان الله رفیق، خداوند خودش بهترین رفیقه، بهترین دوسته و با ملایمت و مهربانی رفتار میکنه و یحب الرفق و مهربانی را دوست میداره. بعد فرمودن و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. خداوند به کسی که اهل رفق و مدارا و ملایمت هست اونقدر نعمت عطا خواهد کرد که هرگز این نعمت را و این حد نعمت را به افرادی که اهل خشونت هستند عطا نخواهد فرمود. بنابراین این حدیث یکی از ویژگی های اخلاقی را توصیه میکنه به نام رفق، مدارا. و در اخلاق و عرفان یکی از امتیازاتی که ما باید کسب کنیم انشاءالله در طول این کلاس ها رفق، مدارا رفتار کردن و رسیدن به حد ملایمت و اخلاق زیبا و لطیف. بعد از این حدیث شریف از امام صادق علیه السلام میپردازیم به بحث عرفانیمون. خاطر شریفتون هست که در آخرین بحث ها به این نتیجه رسیدیم که یکی از طرح‌ها و برنامه های سیر و سلوک الالله که توسط جمعی از عرفای بزرگوار ارائه شده است شامل 7 منزل می باشد. منزل اول عرض کردیم یقظه بود که توضیح دادیم. منزل دوم انابه بود و توبه که توضیح دادیم، بازگشت به اصل. منزل سوم مراقبه بود که در هفته گذشته یک مقدار درباره آن توضیح دادیم و مکتب‌های مختلفی که درباره مراقبه نظر داده اند، از مکتب‌های شرقی غربی و نهایتاً مکتب خودمان که مکتب اهل بیت علیهم السلام بود، توصیه‌هایی فرمودند برای مراقبه. اون را هم در هفته گذشته خدمت شما شرح دادیم و خلاصه این شد که در شبانه روز ما باید یه وقتی بگذاریم ولو چند دقیقه و در این وقت خاص تمرکز کنیم روی اصلی از اصول مورد احترام خودمون و مورد احترام خداوند، یعنی اون چیزی که ما قبول داریم روی اون تمرکز کنیم و این تمرکز همون مراقبه است. و اما میرسیم به منزل چهارم که منزل ذکر است و انشاءالله امروز درباره این منزل و این مرحله توضیحاتی خواهیم داد. اولا ببینیم ذکر یعنی چه. همه شما میدونید تا حدودی ذکر یعنی یاد خدا و ذکر یعنی گفتن کلمات زیبایی که شامل اسماء الله الحسنا هست و یا حمد و ستایش و توحید و به اصطلاح بیان وحدت خدا را بر دوش دارد، بر عهده دارد. این کلمات مثل سبحان الله، مثل الحمدلله، مثل لا اله الا الله، اینها را تا همه شما به خوبی میدونید. اما امروز میخواییم یه خورده عمیق‌تر وارد بحث ذکر بشیم و از دیدگاه نابغه های علم عرفان و فلسفه و حکمت ببینیم و اسلام شناسی ببینیم اونها ذکر را برای ما چه معنا کردن، حقیقت ذکر چیه.
ذکر خدا که میگیم یکی از مراحل خودسازی و سیر و سلوک است، یکی از منازل سیر و سلوک است، معناش چیه؟ چند تا سخن از بزرگان من انتخاب کردم که خدمت شما تقدیم میکنم و بعد یه خورده میریم عمیق‌تر به سخنان معصومین علیهم السلام میپردازیم و بعد به سخنان بالاتر که سخن خداوند است و آیات شریفه قرآن. یکی از بزرگانی که به اصطلاح ذکر را معنا کرده است به اصطلاح ابن سینا است، ابو علی سینا. در تعریف ذکر ایشون میگه حقیقت الذکر حضور المذکور فی النفس. حقیقت ذکر، واقعیت ذکر اینه که خود اون کسی که ما داریم ذکرش را میگیم در وجود ما، در ذهن ما، در نفس ما حضور پیدا کنه. خیلی عبارت سنگین و زیبایی هستش، پرمعنا هست. اون وقتی ما ذکر خدا را واقعا داریم میگیم که خدا حاضر و ناظر بر وجود ما بشه، اصلا در روح ما، در وجود ما حضور پیدا کنه و حضور او را ما احساس کنه. اون وقت ما داریم واقعا ذکر خدا را میگیم. والا حواسمون این ورانور باشه و تسبیح هم در دستمون و شروع کنیم سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله و ذکر خدا بگیم، این ذکر واقعی نیست. ذکر واقعی اون لحظه است که مذکور، یعنی اون کسی که ما داریم ذکرش را میگیم و او را یاد میکنیم، در وجودمان، در روحمان او را احساس کنیم و او حضور پیدا کنه. اینو میگن ذکر حقیقی. این سخن ابن سیناست در تعریف ذکر واقعی. یکی از عرفای معروف هم ابو سعید ابوالخیر هست که در زمان ظاهرن بو علی سینا زندگی میکرده، هم معاصر ایشون بوده. ایشون اینطور میگه در تعریف ذکر، میگه ذکر الله نسیان و ماسوا. ذکر و یاد خدا این است که ما غیر خدا را فراموش کنیم. نسیان غیر خدا اون از لوازم ذکر خداست. یعنی ششدانگ حواسمون به خدا باشه، همه حضورمان و همه توجهمان اگر به خدا بود و به هیچ چیز دیگر غیر از خدا توجه نکردیم، اون وقت ما داریم ذکر خدا را به جا میاریم. این معنای ذکر. حالا بریم سراغ سخنی بالاتر از سخن امثال بو علی سینا و عرفا و حکما، بالاتر از سخن اینها، سخنان پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام. رسول گرامی اسلام در تعریف ذکر سخن خیلی زیبایی دارد. می‌فرماید ذکر الله قوت النفوس و مجالسة المحبوب. ذکر خدا را اینطور تعریف می‌کنند، دو تا خصوصیت داره. اول اینکه ذکر و یاد خدا رزق و روزی و قوت جان. یعنی ما یه بدن داریم، یه جان داریم. بدنمان یه قوت داره، یک روزی داره، یه غذا داره. غذاش همین برنج و آبگوشت و نمیدونم نون و دیزی و کباب و همون چیزایی که عموم مردم به اصطلاح استفاده میکنن، اشکنه و غیره. این قوت چیه؟ قوت جسمه. اما روح ما اونم یه وجود داره، اونم برای زندگیش نیاز به روزی داره، نیاز به غذا داره. غذای روح چیه؟ ذکر الله. ذکر خدا به تعبیر پیغمبر گرامی اسلام قوت النفوسه، یعنی رزق و غذای روحه. پس اگر ما ذکر خدا رو نگیم داره اون گرسنگی میخوره، داره ضعیف میشه، ممکنه بمیره، ولی ما متوجه نشه. ما چون حواسمون به این دنیا و بدنمونه گاهی از روحمون غافل میشیم. ذکر الله قوت النفوس، این معنای قسمت اول. و مجالسة المحبوب، این ادامه سخن پیغمبر اکرم هست. ذکر خدا، یاد خدا همنشینی با محبوبه، همنشینی با خداونده. یعنی این چقدر مقام ذاکر مقام بزرگی، مقام کسی که ذکر خدا رو میگه همنشین با خدا شده. یه روایت دیگر از پیغمبر اکرم هست که درباره ذکر میفرماید ذکر الله جلاء الصدور
و طمأنینت القلوب، ذکر خدا جلا و صفای سینه هاست. اصلا با یاد خدا انسان سینش با صفا میشه، دلش جلا میگیره. و طمأنینت القلوب، اطمینان یعنی آرامش، آرامش قلب هم آرامش دل هم فقط با یاد خدا صورت میگیره، دل آرام گیرد به یاد خدای. قرآن هم در همین زمینه اون آیه معروف رو دارد که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، فقط با یاد خدا دل آرام میشود، با هیچ چیز دیگر دل آرام نمیگیرد. آن هدفی که ما در عرفان داریم و اخلاق اینه که دلمون آروم بشه و آرامش برسیم، که بزرگترین نعمت تو این دنیا نعمت آرامشه، آرامش جانه، آرامش روحه. بریم سراغ آیات شریفه قرآن. اونقدر مسئله ذکر مهمه که قرآن مجید در سوره نور آیه 37 می‌فرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مردان خدا، اولیاء الله، انسان‌های پاک، اونایی هستن که هیچ تجارتی و بیعی یعنی خرید و فروشی اونها را از یاد خدا غافل نمی کند. پس میتونیم ما تو این جامعه زندگی کنیم، در حال خرید و فروش هم باشیم، در حال تجارت هم باشیم، بیزنس هم داشته باشیم، اما در این حال به یاد خدا باشیم، همیشه خدا را در نظرمون داشته باشیم، حاضر و ناظر بر اعمال رفتارمون بدونیم. این یه آیه. آیه دیگر خیلی سنگینتر و قویتر، سوره زخرف آیه 36. در این آیه اصلا تهدید میکنه اون کسانی را که از ذکر خدا غافل میشن. واقعا بیچاره ان اونهایی که اهل نماز و ذکر و یاد خدا نیستن، خودشون نمیدونن، فکر میکنن شادند و خوشحالند و سعادتمندند، ولی بدبختنی آدم ها هستن. خداوند در قرآن سوره زخرف آیه 36 میفرماید و من یعشو عن ذکری عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. کسی که رو بگرداند از ذکر پروردگار رحمان، ما شیطانی را استخدام میکنیم، اجیر میکنیم دائما در کنار او باشه. وقتی یاد خدا برود شیطان میشه همنشین انسان، فهو له قرین، شیطان میشه همنشین او، همراه و همدم او. تا آخر آیه. حتی نماز که ما میخونیم از باب ذکر خداست. نماز بهترین ذکر خداست، بهترین یاد خداست. خب اینها سخن بزرگان بود، سخن پیغمبر گرامی اسلام بود و سخن قرآن بود در تعریف ذکر و خصوصیات ذکر. پس ذکر فهمیدیم که خیلی معنا و مفهوم عالی تر از اون چیز داره که تا حالا ما فکر میکردیم. ذکر خدا رو وقتی میگیم همنشین با خدا هستیم، این احساس رو باید داشته باشیم، خدا در کنار ما، یاد خدا بدونیم داره روحمون رو لحظه به لحظه قوی میکنه، گرچه خودمون متوجه نشیم، قوت نفسمونه. ولذا یکی از بزرگان آیت الله بهجت میفرمودن که ملائکه اصلا چون جسم ندارن، فقط روح مجرد هستن، درست؟ اینها رزقشون و غذاشون فقط چیه؟ ذکر خداونده. اگر ذکر خدا نگه میمیرن، مثلا غافل بشن از ذکر خدا، مثل که ما اگر غذا نخوریم بعد از 3 روز از دنیا میریم. 3 روز معمولا غذا انسان نخوره از دنیا میره، آب کمتر از اون. چون قبلی که از به اصطلاح بنده خدای قدیمی، از دوستان قدیمی ما بود، از لبنانی ها بود، مریض شد و بالاخره آخرین لحظاتش بود، ما رفتیم برای دیدنش در بیمارستان، نمیتونست غذا بخوره، یعنی در وضعی بود که دیگه امکان غذا خوردن براش نبود. یه پزشک مسلمان شیعه همراه ما بود، ایشون 3 روز دیگه خواهد مرد، چون امکان غذا خوردن نداره، هرچی هم آمپول بزنن نمیدونم امکاناتی برای او قائل بشن، او دیگه تحمل زنده ماندن را نخواهد داشت. خب انسان دیگه 3 روز غذا نخوره، حد اکثر 3 روز بعد از اون از دنیا میره. ملائکه هم همینطوره، اگر ذکر خدا رو نگه میبینن، میبینید چقدر ذکر معنا و مفهوم عمیقی داره.
خب یه نکته اینجا وجود داره که باید خدمت شما عرض کنم و اون این که چرا اینقدر در ذکر تکرار باید باشه. دیدید ذکر رو میگن توصیه میکنم مثلا چند بار بگی. خب اگر خاصیتش به گفتنه که همون یه بارم باید داشت کافی باشه؟ نه کافی نیست. خصوصیت ذکر تکراره. تکرارم به تناسب افراده. حوصله افراد رو ببینن زیاده، ذکرهای بهتر و مفصلتری به اونها توصیه میکنن. ببینن حوصله هاشون کمه، توصیه میکنن مثلا نخیر کم ذکر بگید، فقط روزی چند بار مثلا فلان ذکر رو تکرار کنید. چون تکرار یکی از ویژگی هاش اینه که عمل را به هویت تبدیل میکنه. اینو من برای شما با توضیح بدم. ببینید در روانشناسی یک قانونی هستش که بر اساس این قانون معتقدن میگن هر عملی تحت سه عامل یعنی مدت و تکرار و اراده به عادت تبدیل میشود. متوجه شدید نمیگی؟ عمل هر عملی، هر عمل در نظر بگیرید، خود عمل خوب باشه خود عمل بد باشه، یه عمل در نظر بگیرید، این عمل به اصطلاح تحت سه عامل اگر مدتی تکرار بشه و به اصطلاح زمانش هم طولانی باشه و با اراده هم باشه، این سه تا عامل مدت، تکرار، اراده، اون عمل پس از مدتی معین به عادت تبدیل میشه. حالا اون عمل بد باشه مثلا سیگار کشیدن باشه، یه بار بکش آدم معتاد نمیشه، دو بار بکشه معتاد نمیشه، ولی وقتی یه مدتی تکرار بشه درسته و با اراده هم باشه و با اشتیاق، بعد از مدتی این عمل سیگار کشیدن کم کم تبدیل میشه به چی؟ عادت. درست؟ دو، این شماره یک بود. دو، هر عملی تحت همون سه عامل از عادت تبدیل میشه به ملکه. ملکه صفت راسخ در به اصطلاح نفسه، خیلی از عادت قوی تر حالتش، یعنی طوریه که کندنش دیگه خیلی سخت تر از عادت. ترک العادت کل معجز، حتی ترک یک چیزی که عادت شده مثل معجزه است، ولی ترک ملکه دیگه خیلی خیلی دشوارتر و سخت تر است، عمیق‌تر از عادت، حالت ملکه یعنی حالت رسوخ و نفوذ یک صفت و یک عمل در نفس انسان. سه، هر عملی تحت سه عاملی که ذکر کردیم، مدت، تکرار و اراده، در صورتی که ادامه پیدا کنه به هویت تبدیل میشه، یعنی از ملکه دوباره تبدیل میشه به هویت، خیلی عمیق‌تر میشه، میشه هویت انسان، آیدنتیتی انسان. هویت دیگه همون به اصطلاح اون چیزیه که انسان به اون حالت به اصطلاح اصلا معرفی میشه، شناخته میشه، اصلا میشه هویت انسان. چهارم، هر عملی تحت هم سه عاملی که عرض کردیم، مدت و تکرار و اراده، از هویت به شخصیت انسان تبدیل میشه. شخصیت میشه پرسنالیتی انسان دیگه. دقت کردید؟ پس یه عمل وقتی زیاد تکرار بشه تبدیل میشه به چی؟ عادت. وقتی بیشتر تکرار بشه تبدیل میشه به چی؟ ملکه. وقتی بیشتر تکرار بشه همون تبدیل میشه به هویت یا آیدنتیتی. وقتی باز هم از این بیشتر تکرار بشه تبدیل میشه اصلا به شخصیت انسان. اون وقت روانشناسان میگن اگر یک عملی تبدیل شد به هویت انسان دیگه نمیتونه انسان اونو از خودش جدا کنه. عادت رو میتونه انسان چیکار کنه؟ یه مدتی ترکش کنه. به خدمت شما عرض کنم ملکه رو چه بسا بتونه یه مدتی بیشتر مجاهده کنه ترکش کنه. اما اگر تبدیل شد به هویت دیگه شبه محاله، نمیگیم محاله ولی شبه محاله، محال عادیه که انسان بتونه اون را از خودش دور کنه. یه وقتی خدمت شما عرض کردم، نمیدونم توی یکی از مجالس بود، مجالس ختم بود چی بود، داشتیم آفتهای اعتیاد را بیان میکردیم، گفتیم یکی از علتهایی که دانشمندان معتقدن هروئین از همه
همه این مواد مخدر بدتره. چرا بدتره؟ به خاطر اینکه هروئین به اصطلاح در ظرف 2 هفته اگر 4 مرتبه هر هفته تکرار بشه، در روز تکرار بشه، در ظرف 2 هفته مستقیم از عمل مستقیم میره روی هویت، یعنی از اعتیاد و عادت که هیچی، از ملکه که هیچی، صاف میشه هویت انسان. این خیلی خطرناکه، این ماده ایه که واقعا خیلی مضره. و اگر هویت بشه دیگه گفتیم، به خاطر همین هروئینیا واقعا براشون کشنده است اگر بخوان ترکش کنه. خیلی سخت، خیلی سخت. ولی تریاکی میتونه ترک بکنه. چرا؟ چون به سرعت تبدیل به هویت نمیشه، تبدیل به عادت میشه، معتاد میشه. معتاد یعنی کسی که عادت کنه. اما هروئین چون از عمل ظرف 2 هفته مدت کوتاه میره روی حالت چی؟ حالت هویت. و گفتیم هویت اگر پیش بیاد دیگه ترکش به راحتی نیست. خب این قانون ها فقط برای این خدمت شما عرض کردیم که بدونیم تکرار خیلی تأثیر داره. دقت کردید؟ مثلا تو قرآن آیه های مربوط به اخلاق خیلی تکرار شده. بعضی ها میگن بابا یه بار گفت خدا فهمیدیم، چرا اینقدر تکرار شده؟ اصلا در اخلاق و عرفان باید تکرار باشه، در ذکر باید تکرار باشه، چون تکرار آدم را از حالت عمل میبره به حالت عادت، از حالت عادت میبره به حالت ملکه، از حالت ملکه به حالت چی؟ بله، هویت هستن تو، از هویت هم به حالت شخصیت. خوش به حال اون کسی که صفتهای زیبا بشه هویت، ذکر خدا بشه شخصیت، این آدم دیگه میشه مثل عیسی مسیح. دقت کردید؟ کارهای خدایی میکنه، خدا نیست اما اونقدر عبادت کرده، اونقدر در این مسیر حرکت کرده، اونقدر به همنشین خدا بوده، اونقدر به یاد خدا بوده که اصلا وجود اون میشه نور مطلق، هویت اون میشه هویت الهی. ائمه اطهار علیهم السلام، پیغمبران، اینها همه از این قبیل هستند. خب این یه نکته بود که در تکرار هست و شما خوبه این نکته رو به صورت علمی، من این رو از مثلا فلان روحانی و فلان مثلا عالم دین نگفتم، از علما روانشناسی کد آوردم تا ببینیم قانون، قانون علمی هست مثلا. خب حالا یه مطلب دیگری در باب ذکر داریم که انواع ذکره. خود شما دیگه بهتر می‌دونید. ذکر بر 2 قسمه. قسم اول ذکر لفظی هست، قسم دوم ذکر قلبی. ذکر لفظی همینه که زبانمون را به حرکت بیاریم و اسماء الهی را به کار ببریم که ذکرهای بسیار زیبایی هست. از قدیم قبلا خدمتتون شما یکی از ذکرهای خیلی خوب ذکر صلوات هست، صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام. یکی از ذکرهای بسیار خوب که توصیه شده تسبیحات 4 است، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، که همین ذکرها در تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها هم بیان شده، به نحو دیگری تبیین شده. و یکی از ذکرهای بسیار بسیار مجرب و خوب سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح است، که ذکر انبیاء الهی است، بگان بارگاه خداوند هست. و امثال اینها که انشاءالله به تدریج گاه گاهی بعضی از این ذکرها را خدمت شما بیان خواهیم کرد. اینها ذکرهای لفظی هست، اما ذکر قلبی بالاتر از ذکر لفظی، و اون اینه که همیشه دلمون با خدا باشه، همیشه به یاد پروردگار باشیم در همه حالات. قرآن مجید در سوره آل عمران آیه 191 می‌فرماید الذین، درباره انسان‌های شایسته، اون کسانی هستند یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، در همه حالت ها به یاد خدا هستند، هم در حال قیام وقتی دارن راه میرن کاسبی میکنن، تجارت میکنن، یا نشستند استراحت میکنن، یا خوابیدن و به اصطلاح باز در حال خواب استراحت هستند، در همه حالات یاد خدا از ذهنشان نمی رود. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، همون حالت مراقبه، فکر میکنن در آفرینش آسمان ها و زمین. چه میگن؟ میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این جهان و دستگاه را باطل و بیهوده نیافریدی که ما بیاییم فقط چند روزی زندگی کنیم و بمیریم و بریم. این نیست، تو یک هدفی فوق العاده
پشت این خلقت و آفرینش داری. سبحانک منزه و پاک هستی، فقنا عذاب النار، مرا از عذاب آخرت نجات عنایت بفرما. خب یکی از چیزهایی که در تکرار ذکر خیلی مؤثره، این نکته رو بدونیم که هرچه ما با یاد خدا محشور بشیم روحمان صفای بیشتری میگیره. خلاصه مطلب اینه که در یک بیت شعر بیان شده، عرفا خیلی این شعر رو زیبا میخونن، تکرار میکنن، مورد علاقه شونه. اون شعر میگه چو بر سنبل چرد آهوی تاتار، نسیمش بوی مشک آرد پدیدار. توجه شدید؟ چو بر سنبل چرد آهوی تاتار، اون آهوی دشت تاتار و تاتارستان، علت این که اون مشک از او به وجود میاد، همیشه توی لاله ها و سنبل و گل و گیاه داره چرخ میزنه و در اونجا میچره. درسته؟ بنابراین بعید نیست که اون حاصلی هم که از مشکی که از او به وجود میاد، اون مشک بوی خوش میدهد. اگر ما هم مثل آهوی تاتار توی سنبل بچریم، تو سنبلستان گلستان بچریم، یعنی همیشه ذکر خدا را بگیم، به جای اینکه توی لجنستان به اصطلاح سیر و سیاحت کنیم، برویم تو گلستان. اگر این مدتی انسان در گلستان لای به اصطلاح این درخت های گل خوشبو سیر و سیاحت کنه، وقتی اومد بیرون کسی او را بو کنه، او هم بوی گل میده. تأثیر میپذیره انسان از ذکر خداوند و از یاد خداوند. یک کسی که در مثلا اجلکم الله به قول معروف توی جاهایی که فاضلاب با اینها هست کار میکنه، وقتی بیاد بیرون بوی بد میده، به مشام میرسه. اما اون کسی که توی مثلا عطر فروشی کار میکنه، درسته؟ توی عطر فروشی کار میکنه، همیشه با این شیشه عطر، با اون شیشه عطر، این وقتی بیاد بیرون چیه؟ بوی عطر ازش ما استشمام میکنه. این مثال ها رو میزنم برای اینکه بدونیم ما هم در دلمون به یاد هرچه باشیم از همان تأثیر میگیریم. بپاییم ببینیم به یاد چی هست. اگر همیشه در دلمون یاد گناه و اینهاست، مثل اون آقایی هستیم که در لجنستان کار میکنه، لذا وجود ما هویت میگیره، شخصیت میگیره، بوی او را میگیره. و اگر همیشه به یاد خدا بودیم، ذکر خدا را بر زبان جاری کردیم، اون عطری که خود خدا داره، یه بخشی از اون عطر هم به وجود ما منتقل میشه. اون صفایی که و پاکی و نزاکتی که و نزاهتی که خود خدا داره، بخشی از اون هم به وجود ما منتقل میشه. اون لطفی که و اون قدرتی که و اون علمی که، همینطور میریم بالا، اون لطفی که و اون قدرتی که و اون علمی که خود خدا داره، بخشی از اون هم به ما چی میشه؟ منتقل میشه. پس نباید تعجب کنیم اگر مثلا امام حسین شفا میدن، اگر امام رضا شفا میدن بعد از اینکه سالهاست از دنیا رفتن، کسی به اونا متوسل میشه، یا اگر فلان ولی از اولیاء الله میتونه دردی را از دردهای ما درمان کنه. باید تعجب کنیم، اینها در جوار حق بودن، زیبایی های خدا، قدرت خدا به اونها هم سرایت کرده. در همین زمین است که این شعر زیبا رو میخوام بخونم، شعر قشنگیه، همین مطلب رو میرسون، از مولوی است. میگه چون به سرخی گشت، قبل از اون میگه رنگ آهن محو رنگ آتش است، ذاتشی میلافد و خاموش وش است. چون به سرخی گشت همچون زرکان، پس ان نار است لافش بی زبان. میگه تیکه آهن سرده تاریک را اگه بگذارید مدتی توی کوره آتش، اصلا شکل همون چی میشه؟ آتش میشه. دیدید آهنگرا را قدیما تو بازار رد میشدیم، در زمان قدیم آهنگرا بودن، آهن یا فولادی را میذاشتن تو آتش، بعد از مدتی میوردن بیرون که چکش بزنن، اصلا سرخ شده بود، آتش شده بود، رنگ آتش گرفته بود و نرمی و حرارت آتش را هم گرفته بود. این شاعر از این مثال میخواد بره سراغ اصل مطلب و ذکر، حقیقت ذکر رو میخوایم توضیح بدیم.
چون به سرخی گشت همچون زرکان، پس اننار است لافش بی زبان. شد ز رنگ و طبع آتش محتشم، گوید او من آتشم، من آتشم، آتشم من. گر تو را شکست و زن، آزمون کن دست خود بر من بزن. بعد میگه آدمی چون نور گیرد از خدا، هست مسجود ملائک ز اجتبا. آدم وقتی ذکر خدا را گفت، خود او هم شد مسجود ملائک. دقت کردید؟ ما سجده میکنیم در برابر کی؟ در برابر خدا. اما خدا به ملائکه دستور داد به یک ولی از اولیای او سجده کنم. درسته؟ چرا؟ چون نور گرفت از خدا، اما نور الهی در وجود او به اصطلاح تابانده شد. بنابراین بدونیم خیلی ذکر مفهوم به اصطلاح بالایی است. همیشه به یاد خدا باشیم، همیشه ذکر خدا بگیم، وجودمون را معطر و منور میکنیم. در اینجا یه حدیث قدسی برای شما میخونم و یه حدیث از امام صادق به بحث ذکر را تموم میکنیم. حدیث قدسی اینه که ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضته علی. یعنی هیچگاه یک بندهی به اندازهی به من نزدیک نمیشه به اندازهی چیز دیگری مثل عمل به فرائض. اگر به واجباتش عمل کنه، به دستور خدا انسان عمل کنه، از همه چیز انسان را به خدا بیشتر نزدیک میکنه. ما میخواییم تقرب الله حاصل کنیم، بسیار خوب، به همون واجبات عمل کنیم، مستحبات عمل کنیم، به اون چیزی که بر ما فرض شده است. بعد فرمود ولا یزال عبدی، خدا میفرماید در حدیث قدسی، همینطور بنده من به من نزدیک میشه بعد از فرائض و انجام دادن نوافل. نوافل یعنی مستحبات. مستحبات رو هم انجام بدیم. مستحبات در واقع برای چی اومده؟ یکی از بزرگان میفرمود مستحبات برای جبران نقص واجبات ماست. ما واجباتی که انجام میدیم کامل که نیست، نقص هایی داره. گاهی نماز میخونیم حواسمون پرت میشه، گاهی روزه میگیریم پیش مردم یک دهنی حرکت میدیم که بدونن بالاخره ما روزه هستیم، گاهی یه نقصی یه شیطان کلا سر ما میذاره در انجام واجبات. حجی به جا میاریم، واجبه، ولی چه بسا یه جا هم به اصطلاح دوست داریم بگن حاجی آقا امثال اینها. پس واجبات ما نقص داره. این بزرگ بزرگان میفرمود مستحبات اومده تا اون نواقص واجباتی که انجام میدیم را جبران کنه، برای جبران اون نواقص. لذا در این حدیث قدسی هم میخونیم که همچنان انسان بعد از انجام واجبات با مستحبات و نوافل به خدا نزدیک و نزدیکتر میشه، تا اونجایی که میرسه به جایی که حتی کنت سمعه الذی یسمع به، به جایی میرسه یه بنده من، خدا میفرماید که میشه که من شنوایی او میشم که با او میشنود، من بینایی او میشوم که با اون میبیند، و من مظهر قدرت او میشوم که با اون به اصطلاح کاری را انجام میدهد، و به جایی میرسد که هرگاه دستش را بلند کنه و از من چیزی بخواد حتما او را اجابت میکنم. یعنی میشه چی؟ میشه مستجاب الدعوه. از قدمی وقتی خدمتون، یه فقیری به اصطلاح حمالی بود در یکی از شهرها داشت رد میشد، گفتم خدمتون یه بچه از اون بالای پشتمون به اصطلاح پرت شد افتاد پایین، این اشاره کرد گفت ویست، یه دفعه دیدن که آروم بچه اومد با اونم رفت گرفت گذاشتش رو زمین، همه ریختن دورش، دیدید کسی معجزه‌ای میکنه، کرامتی از اون میدن، میزن لباساش رو پاره میکنن، یه اصطلاح یه نخه لباسش برای تبرک برمیدنه. گفت بابا چرا این کار میکنی؟ من یه عمر خدا هر چه به من گفت، گفتم باشه چشم، یه بارم من به خدا گفتم خدا این بچه رو نگه دار، اونم خدا هم فرمود باشه به چشم. جایی تعجب نیست، انسان اگر مطیع امر خدا باشه محاله از خدا چیزی بخواد، چیز مشروعی به خدا به اون نده، محاله که یه جایی در خطر باشه و خدا او رو حفظ نکنه. دقت کردید؟ ولذا حضرت خداوند میفرماید لئن سألنی لأعطیته. در اینجا انسان میتونه به جایی برسه که مستجاب الدعوه بشه، اگر هر چرا از من بخواد من به او عطا خواهم کرد.
این یک حدیث قدسی، یه روایت هم بخونیم از امام صادق به بحث خاتمه بریم در زمینه ذکر. امام صادق می‌فرمایند العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت خدا به معنای واقعی یک گوهری است که حقیقتش ربوبیت. یعنی چه؟ عبودیت واقعی خدا یک گوهری است که حقیقتش و واقعیتش و کنه آن ربوبیته. یعنی انسان وقتی در مسیر عبودیت قرار بگیره، کاملا مطیع امر خدا باشه، به یاد خدا باشه همیشه، قدرت ربوبی خدا به او عطا میکنه، قدرت الهی مافوق طبیعت خداوند به او عطا میکنه. خدا نمیشه ولی عبد خدا میشه. از عبادت نیتوان الله شد ولی میتوان موسی کلیم الله شد به قول شاعر. خب بعد میفرماید ما فقد فی العبودیت وجود فی ربوبیه. اگر اون چیزی که در عبودیت مفقود بشود در عبودیت یافت میشه، در ربوبیت یافت میشود. یعنی خلاصه این که انسانی که عبد خداست آزاده واقعی اوست. انسانی که همه هستی خودش را برای خدا میگذاره، هر چه خدا داره خدا به او میده. اینکه امام حسین به این مقام رسیدن، که امام رضا به این مقام رسیدن، علی ابن ابی طالب به این مقام رسیدن، چون اینها هر چه داشتن را تقدیم دستگاه خداوند کردن، خدا هم هر چه داره را به اینها عطا میکنه. میفرماید تا اونجایی که کشش دارید شما از قدرت من استفاده کنید، از علم من، از احترام من، از عظمت خدا استفاده کنید. از شما میبینید که مثلا در 8-3 میلیون جمعیت میرد، اما در 40 امام حسین علیه السلام یکی از 25 میلیون جمعیت. این دلها را کی میکشه؟ این آدمها را کی جذب میکنه؟ خدا داره جذب میکنه. ولی به خاطر این که امام حسین هر چه داشت در راه خدا داد، خداوند هم هر چه داره به اونها عطا خواهد فرمود. این رمز و راز عبودیت و ذکر در این نکته است که انشاءالله همه ما بیشتر از قبل و بهتر از قبل به اون عمل کنیم. ذکر و یاد خدا باعث جلای دل ما میشه. خب ظاهرن چند دقیقه وقت داریم، یه اصل دیگر را هم مطرح کنیم و دیگه بحث را خاتمه بدیم به سراغ سوال و جواب. پنجمین منزل از منازل کمال و سیر و سلوک بعد از ذکر چی بود؟ ریاضت. درسته؟ یه خود درباره ریاضت هم صحبت کنیم. ریاضت یعنی چی؟ کلمه ریاضت در لغت عربی به معنای ورزش. لذا مثلا ما میگیم داره فلانی ورزش میکنه، میگن فلانی داره ریاضت میکنه. ریاضت یعنی ورزش. ورزش هم تمرینه. تمرینیه که باعث تقویت چی میشه؟ جسم میشه. ولی این میشه ریاضت جسمانی. ورزش جسم باعث تقویت جسم میشه. همینطور ما یه ریاضت داریم که اون ورزش دادن روحه، ورزش دادن جانه. اونم اگر ورزش نکنه تنبل میشه. روح انسان اگر ورزش نکنه، همونطور که بدن ما اگر راه نره، ورزش نکنه، نرمش نکنه، شنا نکنه، کم کم تنبل میشه، مریض میشه، اصلا یه موجود عجیب غریبی میشه، روح انسان هم همینطوره. اگر ورزش نکنه یک روح بی خاصیت، تنبل، به اصطلاح بدون فایده، به این موجود بی خاصیت تبدیل میشه. پس بنابراین ما ریاضت باید بدیم روحمون را. یعنی چی؟ یعنی ورزش بدیم روحمون را، ورزش. پس ریاضت چیه؟ تقویت روح و ورزش دادن روح، اینا بهش میگن ریاضت. خب ریاضت چگونه باعث تقویت روح میشه و ما راهش رو میخوایم یاد گیریم؟ یک سری افراد هستن به نام مرتاضها، شنیدید؟ اینها هم ریاضت میدن روحشون را، به جاهایی هم میرسن، اراده قوی پیدا میکنن. چون هرچه انسان با نفسش بیشتر مبارزه کنه، ارادهش قوی تر میشه و اراده قوی میتونه هر کاری را بکنه. خوب دقت کنید، هر کاری را میتونه بکنه. اراده قوی میتونه انسان را پرواز بده، اراده قوی میتونه انسان را روی آب راه بده، اراده قوی میتونه انسان را بر همه مشکلاتش پیروز کنه.
اراده قوی به قول امام صادق علیه السلام میتونه به هر آرزویی که انسان داره او را برسونه. اونهایی که به مقامهای عالی رسیدن در هر رشته ای اراده قوی در اون رشته داشتن. پس همه چیز دار مدار چیه؟ اراده است. پس دقت کردید که علت این که ریاضت میتونه انسان را به جای بزرگی برسونه، بلندی برسونه، چون ریاضت اراده انسان را چیکار میکنه؟ خیلی قوی میکنه. و وقتی اراده شما قوی شد به هر کجا که بخواهید میتونید برسید. اصلا ناامید نباشید. 100% امیدوار باشید. بدونید کسی بخواد بهشت بره، قطعا میتونه. اراده شو داشته باشه قطعا بهشتیه. دقت کردید؟ کسی بخواد ثروتمندترین آدم بشه، اراده شو داشته باشه میتونه بشه. کسی بخواد به مقام عالی برسه در مثلا ریاست، منصب، رئیس بشه، فلان بشه، اراده شو داشته باشه میتونه به اونجا برسه. همینطور در مقامات معنوی، همینطور در مسائل روحی، اگر انسان بخواد به مقام عالی برسه که مستجاب الدعوه بشه، درسته؟ میخواد به مقامی برسه که قدرت معجزه و کرامت داشته باشه، میتونه. اراده شو داشته باشید میتونید. پس همه چیز دار مداره چیه؟ این درسی که در ریاضت میگیریم اراده. اراده را قوی کنید. چگونه اراده قوی میشه؟ با مبارزه با نفس. یعنی اون چیزی که اراده را قوی میکنه اینه که الان دل ما میخواد پاشم برم مثلا یه چای گرم بریزم با یه شیرینی بخورم، همینجا جلو خودم رو بگیرم. خود همین چیکار میکنه؟ من مثال ساده زدم تا برسیم به جای دیگر. اراده را قوی میکنه. نمیگم حالا چیزی نخوریم، غذا نخوریم، نه، ولی گاهگاهی چیکار کنیم؟ سر به سر این نفس هم رو بذاریم. میگه دارن شیرینی میدن، دارن مثلا غذا میدن، دارن فلان میدن، گاهگاهی سر به سرش بذاریم، بگیم آه لزلج تو، من این چیز خوشمزه رو نمیخورم الان، بعدا شاید بخورم، درسته؟ یه جوری لج نفس رو در بیاریم. این اراده انسان رو قوی میکنه، تمرین میکنه اون بخش مثبت روح انسان، چون وجود انسان یه بخش مثبت داره، یه بخش منفی. اون بخش منفی اگر باش لج کردیم و مبارزه کردیم، بخش مثبت خود به خود چی میشه؟ قوی میشه، بازوهاش قوی میشه، توانش بیشتر میشه. خب پس بنابراین ریاضت به مبارزه با نفس. مرتاضها این فن رو به اصطلاح به کار میبرن، خودشون رو خیلی سختی میدن. البته ما توصیه نمی کنیم کار مرتاضها رو ما انجام بدیم. مثلا مدت های زیادی غذا نمیخورن، اصلا شدن مثل نی قلیون، یا مثلا میرن روی یک درختی مدت زیادی روی اون درخت بیخوابی میکشن و یا پایین نمیان، یا فرض فرمایید که روی میخا، روی مثلا جای زبر و خشن میخوابن مدتی، به خودشون درد میدن. همه اینها برای چیه؟ میخوان قوی کنن اراده شون رو، منتها راهشون رو ما نمیپسندیم، اما همون راه هم نتایجی را به وجود میاره. ورزش میخواد نیت انسان پاک باشه، میخواد نباشه، ورزش باعث میشه عضلات انسان چی بشه؟ قوی بشه. میخواد نیت شما خدایی باشه، میخواد مادی باشه، میخواد اصلا برای پوز دادن هم باشه، اصلا برای مسابقه در شرکت در مسابقه و پیروزی در مسابقه هم باشه، فرق نمیکنه. نمیگه قصد قدرت نداشته باشید شما به پیروزی نمیرسید. اونا هم قصد قربت هم ممکنه نداشته باشن، ولی عملشون چون مبارزه با نفسه موجب تقویت ارادهشون میشه، لذا چه بسا بتونن قطاری را هم از حرکت نگه دارن. اتفاق افتاده دیدید شما در فیلم ها، چه بسا بتونن چندین روز مثل دیگران 3 روز غذا نمیخورن میمیرن، چه بسا اونا 10 روز غذا نخورن تمرین کردن زنده میمونن، مدت مدیدی آب نخورن که ما به صورت طبیعی آب نخوریم میمیریم، یا اونها را در تابوتی میگذارن تمام منافذ بدنشون رو میبندن، چشمشون، گوششون، بینیشون، چندین ساعت دفنشون میکنن، بعد بیرونش میارن، دوباره باز زنده هستن. کارهای عجیب غریب انسان میتونه بکنه اگر روحش قوی بشه، با قوت اراده میتونه کارهای عجیب غریب بکنه که دیگران نمیتونن انجام بدن. به همین دلیل مرتضی هندی شما میبینید گاهی وقتها کارهای عجیب و غریبی انجام میدن که ماها به صورت معمولی نمیتونیم انجام بدن. پس ریاضت مؤثره. حالا ما در اسلام و در فرهنگ اهل بیت چه ریاضت هایی را انجام بدیم که هم مشروع باشه
و هم این که ما را قوی کنه، اراده ما را تقویت کنه. اینجا یه روایتی قبلش میخونیم از امام علی علیه السلام که به این نکته اشاره میکنه، میفرماد انما هی نفسی اروضها بالتقوا، نهج البلاغه نامه 45. یعنی نفس من یه نفسیه که باید او را ریاضت بدم، یعنی ورزش بدم به وسیله تقوا. پس تقوا، پرهیزکاری، خودش یک ورزشی است برای نفس انسان، روح انسان را قوی میکنه. ریاضت های شرعی را خدمت شما عرض میکنیم، ولی حتما لازم نیست انسان جزء امام ها و پیغمبر ها باشه که اهل کرامت باشه، افراد عادی هم میتونن به اینجا برسن. مرحوم سید مرتضی کشمیری رحمت الله علیه، از بزرگان را شنیدیم که اونها ایشون رو درک کرده بودن و حضور داشتن، همراه دوستشون داشتن میرفتن حجره، در حجره که رسیدن دیدن که کلید یادشون رفته بیارن، اون رفیقشون نقل میکنه، های بهجت هم ازشون نقل میکردن، ایشون یه دفعه یادش اومد که جای خیلی دیر شهر دیگه ای مثلا کلیدش رو جا گذاشته، ولی یه دفعه گفت که من شنیدم که اگر کسی نام مادر حضرت موسی رو بر قفل بسته بخونه اون قفل باز میشه، نام مادرم حضرت زهرا قطعا از حضرت مادر یعنی حضرت موسی بالاتره. چند بار نام حضرت زهرا رو خوند و یک دفعه قفل بسته باز شد. یا مثلا شخصی اومد خدمت شیخ جعفر ششتری رحمت الله علیه، از وعاظ معروف و از دانشمندان مشهور شیعه، گفت که من شنیدم که اگر شما یک کسی سوره حمد را بر یک کوری هم بخواند اون کور بینا میشه. دیگه خواست آزمایش کنه، خب شما عالم دین هستید، همچه روایاتی هم داریم، شما لطفا سوره حمد را بر بچه من بخونید، نابیناست، کوره. ایشون گفت که بله، سوره هم خوندنش این اثر را داره و اون خوانندش هم باید یه اثری داشته باشه، من نیستم، پدر من هست. اون کسی که میخونه باید ذره شهوت و ذره هوس در وجودش نباشه، من هنوز جوان هستم، ولی پدرم به این مقام رسیده که یک ذره هوس و شهوت در وجودش نیست. ببر پیش اون. پیرمرد بچهش رو برد پیش اون، گفت چشم، دستش رو گذاشت رو صورت بچه بعدا نقل می گفت سوره حمد رو شروع کرد، به یاک نعبد و یاک نستعین که رسید دیدم یه بعضی چیزها رو تار می بینم، ولی سوره حمد که تموم شد شفاف همه چیز رو می دیدم. می تونه انسان به اینجا برسه. یا کراماتی که از مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی رحمت الله علیه، معروف نخودکی، معروف نقل می کنن، مرحوم مجتهدی رحمت الله علیه و امثال اینا، کرامات ها واقعیت داره، دیده شده، خود ما مشاهده کردیم، دیگران مشاهده کردن. بنابراین از معاصرینمون البته ما دیدیم، بنابراین امکانش هست که انسان به اینجا برسه. راهش هم مبارزه با نفس، ریاضت و همراه با معرفت، معرفت و ریاضت که در کنار هم قرار بگیره انسان به جای عالی میتونه عروج کنه. حالا ریاضت های شرعی را ما خدمت شما تقدیم میکنیم، عرض میکنیم، خیلی از شما میدونید ولی از باب یادآوری. ما توصیه نمی‌کنیم مثل ریاضت مرتازان چند روز برید بالای درخت، یا چند روز مثلا به اصطلاح گرسنگی‌های بیش از حد بخورید، یا امثال اینها، یا روی میخور نمی‌دونم جای زبر و خشن بخوابید، اینها را توصیه نمی‌کنیم. ریاضت‌های شرعی هم نیستن. ولی ریاضت‌های شرعی که در اسلام آمده، یکی از اونها همون نماز شبه. خودش نوعی ریاضته، یعنی یه نوع مبارزه با نفسه. نصف شب آدم میخواد بخوابه، بابا تازه چشممون گرم شده، در به اصطلاح عمق خواب هستیم، حالا یه دفعه پتو رو بندازیم کنار رو بلند شیم، خیلی سخته، ریاضته، ولی ریاضت مشروعه. گاهی این کار را صورت انجام بدیم خوبه، برحال یا اگه بتونیم همیشه. شب زنده‌داری های صحیح همراه با ذکر، همراه با نماز شب، اینها نوعی ریاضته و باعث تقویت اراده قوی انسان میشه. یا روزه‌داری، اما از روزه ماه مبارک رمضان یا روزه‌های مستحب، اینها ریاضت‌های شرعی هستند. در حدی که انسان توان داره، اگر معده‌اش سالمه، اگر توان روزه گرفتن داره، این هم یک نوع ریاضت شرعی است. در اسلام مثلا روزه یکی از ابعادش ریاضت دادن به نفسه. و به طور کلی کمخوری، انسان عادت کنه به کم خوردن.
این خودش نوعی ریاضته، هوس میکنه. این میگیم هوس میکنم فلان چیزا بخورم یا بخورم تا سیر بشم. کلمه سیر شدن خیلی کلمه خطرناکیه، خیلی خطرناکه. اونایی که سالم هستن خودشون میگن، میگن ما اصلا هیچ وقت سیر غذا نخوردیم. غذا خوردیم، همه چیزم خوردیم، ولی اینکه پر بشه معده نمیذاریم پر بشه. مثل موقع نیستن که بهش گفتم بابا باید معده تا سه قسمت کنی، قسمت اول غذا، قسمت دوم آب، قسمت سوم یه سومش هم جا بگذار برای هوا. گفت بابا کل معده رو من پر غذا میکنم، آبم که به زور جاشم باز میکنه، هوا میخواد بیاد میخواد نیاد، چیکار تو معده؟ به هوا دارم تو معده. ولی خب لازمه معده باید جای نفس کشیدن داشته باشه، جای حرکت داشته باشه. پس بنابراین یکی از ریاضت ها کم خوردنه. کم خوردن، نه نخوردن نمیگیم، ولی کم خوردن. اینو بهش میگن جوع. یعنی گاهی انسان تحمل گرسنگی رو بکنه. گرسنه است، یه کمی گرسنگی رو تحمل کنه. به سلامتی هم خوبه، چون اون پیها و نمیدونم چربی های بدن رو داره آب میکنه. ولی خود همین گرسنگی خوردن اراده رو داره قوی میکنه. چرا؟ چون نوعی ریاضته، نوعی مبارزه با نفس. یکی از ریاضت های دیگر شرعی که خیلی هم سخته، خیلی هم سخته، کم حرفیه. این از کم خوردن دیگه مشکل تره. کم حرف زدنه. آدم حرفی را یعنی تصمیم بگیره فقط اونجایی که واجبه یا اونجایی که مستحبه حرف بزنه. اونجایی که نه واجبه نه مستحبه سکوت کنه. حتی منفجر میشیم اگر این کارو بکنیم. ولی یه مدتی که اگر این کارو انجام بدیم، تمرین کنیم، قوی میشه روحمون و عادت هم میکنیم. کم حرف بودن یک نوع ریاضته و ریاضت مثبت شرعی هم. یکی از اقسام دیگر ریاضت‌های شرعی اینه که انسان گاهی خودشکنی کنه، یعنی شکست نفسی کنه. مثلا وارد مجلس میشه، جای بالا هست که بره بشینه، اون همون دم در میشینه. دقت کردی؟ یا بره ته مجلس میشینه. گاهی مجلس‌های مهم، مثلا عروسی و عقد و نمیدونم مجالس جشن و اینها، مثل مسجد و اینها، اومدن جلو خوبه، خیلی خوبه، تا صف جلو خوبه، در نماز جماعت ثوابش هم بیشتره، به خاطر اینکه بیشتر حواس آدم جمعه. ولی مجالس عقد و عروسی و نمیدونم جای تشریفاتی، انسان جایگاه دون شأن خودش، کمتر از اون چیزی که شأنشه انتخاب کنه میشینه. این خودش یه نوع ریاضت، به نفسش داره گوشمالی میده. یا فرض فرمایید که عادت کنه به همه سلام کنه، حتی به بچه‌ها سلام کنه. درسته؟ اینو ریاضته، اینو جلوگیری از تکبره، جلو تکبر را میگیره انسان. اینها خیلی انواع اقسام ریاضت های شرعی داریم که ثواب هم توشه و نفس را کنترل میکنه، تأدیب میکنه، تنبیه میکنه، اراده را قوی میکنه، بدون اینکه ما زندگیمون رو از دست بدیم و از بسرا جامعه هم کناره گیری کنیم. ترک معصیت خودش نوعی ریاضته، جلوه نفس رو داده انسان میگیره. انجام واجبات نوعی ریاضته. رعایت اوقات نماز، به وقت نماز خوندن، در وقت خودش نماز خوندن، مثلا نماز صبح، خودش خیلی نوع ریاضت سنگینی هم هست. اول صبح آدم پاشه نماز بخونه. حالا یه خود ریاضت های سنگین تر هم هست. اینا ریاضت های عادیه که همه میتونن با وجود کار و شغل و بیزنسی که دارن ریاضت ها رو انجام بدن. یکی از ریاضت‌ها مثلا اعتکافه که در اسلام وارد شده، بتونه در سال سه روز مثلا کلن خودش رو حبس کنه در مسجد، خودش رو در یه جا به اصطلاح کنترل کنه. برای مبارزه با نفس اعتکاف مفیده. و یکی از اقسام ریاضت‌های باز سنگین‌تر که البته هنوز برای ما ممکنه سنگین باشه، چله نشینی هست که گاهی از اوقات ممکنه انسان تصمیم بگیره برای 40 روز خودش رو کنترل کنه، بیش از ایام عادی دیگر خودش رو کنه. نمیگم خونه بشینه، نه خیر، تو زندگی خودش سعی کنه حرفش که بزنه یا واجب باشه یا مستحب، حرف باطل نزنه، حرف چه رسه به گناه که هیچی، دروغ که هیچی، غیبت که هیچی، اونا که معلومه تکلیفش. حتی حرفی که مباح هم هست ولی واجب نیست، مستحب هم نیست، این هم رو نزنه، بتونه 40 روز مثلا چله نشینی کنه، یا 40 روز مثلا سیر غذا نخوره، خود کنترل کنه غذای خودش رو. نمیگم غذا نخوره، به اندازه لازم استفاده بکنه که بدنش لازم داره، ولی یه خودش رو ریاضت بده.
اینا میگن چله نشینی. حالا انواع و اقسام دیگری هم داره که انشاءالله در آینده به اونها اشاره خواهیم کرد. پس پنجمین مرحله و منزل تکامل و سیر سلوک الله ریاضته. نمیشه انسان بدون این منزل به جاهای بالایی برسه. باید یه مقداری حداقل نفس خود را تنبیه کنه، کنترل کنه و محدود کنه تا اراده اش قوی بشه. همه اینها باعث میشه چی؟ اراده قوی بشه. شما ببینید اینایی که بدنسازی میکنن، ورزشکار میشن، واقعا سختی میکشن و ریاضت میکشن، ساعتها تو باشگاه میجنگن با نفسشون، ساعتها به اصطلاح میدوون، همه اینا فشار میاد بهشون از نظر ریلکس بودن و اینها جلوشون رو میگیره، یعنی کنترل میکنن نفسشون را به جلو به اصطلاح اون هوا و هوس را میگیرن تا به جایی برسه. همینطور در بزرگ شدن و تقویت روح هم ما نیاز داریم به کنترل نفس و مجاهده با نفس. این چیزیه که بهش میگن جهاد با نفس. به همین مقدار اکتفا میکنیم. یه مرحله یا دو مرحله دیگر باقی مون که انشاءالله در آینده توضیح خواهیم داد. با یک صلوات بر محمد و آل محمد.